اومدیم یه سری کاریکاتورهای سیاسی رو با هم ببینیم که در وصف این روزهای اخیره. درود، من پدرو میتو هستم. من مودیگل هستم و خوش اومدید به کانال مادویار. مادویار دیوانه قوله کاریکاتور ایران، البته قول زیاد داریم، ولی یکی از حضرات آقای مانا نیستانی هست که خودش برادرش توی این کاریکاتور خفن این داستانه. این کاریکاتور اولی که می‌بینیم در مورد دستگیری آقای رونقیه که نشون میده اونایی که دستگیری کردن خواهند مرد، خواهند شکست. این کاریکاتور هم که خیلی کاریکاتور معروفیه، می‌بینید که از یه طرف زنا دارن میزنن پایه‌های حکومت رو نابود می‌کنن، از یه طرفم اعتصابات هست. اعتصابات واقعا خیلی آره. خیلی خوب میشه. ببین تمام این پولایی که الان بلوکه شده، پولای ایران وقتی آزاد بشه اول از همه باید حقوق کارگرا رو بدن، بازنشسته ها، کسایی که عزیزاتشون رو از دست دادن، دیه مثلا کسایی که از دست رفتن خونشون ریخته شده باید پرداخت بشه، بدهی‌های طلبای مردم، بدهی‌های مردم همه رو با این پول. بعد می‌دونی چه حجم زیادی از پوله؟ سرویس مدرسه. اینا دیگه به بچه‌ها هم راه نمی‌گن. در واقع میشه گفت که دیگه بچه‌ها هم میترسن. آره. یه واقعا شما ببین وقتی بچهای اول دبستان دیگه شروع میکنن به شعار دادن راجع به حکومت، دیگه ببینید وضع چقدر خرابه. بعد میبینی طرف داست دستشه. داست آره میکشن اصلاً، اصلا انسان نیستن. کشتن دیگه، میکشن چی؟ میکشتن تموم شد. چند تا از دانش آموزا رو کشتن. بعد نمیدونم خودشونو جر میدن واسه 72 نفر توی کربلا. اونا 72 تا بودن. بعد خیلیاشون هم خب مثلا ابوالفضل یا خود حسین مبارز بودن. یعنی سرباز بودن بجنگن. حالا تو جنگ مردن. یه تعداد کمی بچه بوده، یه 7-8 تا بچه بودن که کشته شدن. خب اونا هم از روی بیعقلی کسایی بوده که برداشتن بچه ها رو بردن وسط میدون جنگ. آها ببین این حرکتی که آینه استانی انجام داده، از مردم خواسته که آقا اینو شابلون بکنید، خیلی ساده است، شابلونش رو بکنید، اسپری بزنید که چند تا هم هست. چقدر جالب. آره گفت طرای ساده است که میتونید با شابلون در بیارید و اسپری کنید. ایوه آره این چیزای خوبی هم هست. بعد گفت ویدیو بگیرید واسه من بفرستیدید در رابطه با الناز. آره میبینیم دست مردم دمش کم چه حرکت خفنی زد اصلا. شما هم ریخ همه فکات رو زمین بود. یعنی آفرین، یعنی واقعا به این شجاعت آفرین، به این شما آفرین، به این نبوغ. خیلی حرکت قشنگی زد تا اینکه میومد یه استوری میذاشت فایده این نداشت که یه چیز خفن. آره به خیلی جاده بود رفته بود وزیرم ببینه با یه سویشرت رفته بود حجاب مجاب نگاهید. در مورد این که میگن یه دونه از دانش آموزا رو سگ گاز گرفته مرده. من میگم اون سگه مگه چند متر دندون داشته که بتونه با گاز گرفتن بکشه؟ بعد دروغای اصلا یه دروغایی میگن با هیچ کره‌ای تو کون آدم نمیره این دروغاشون. دروغ میگه درست هم میگید بابا. آخ ببین با خون مردم داره وضو میگیره این جنایتکار. آره خیلی جالبه، میرن مردم رو میزنن میکشن بعد میرن نماز میخونن که برن بهشت. اعتقادشون اینجوریه چون تو خود قرآن هم گفته آقا دشمنان رو بکشید برید به بهشت. از نظرشون الان مردم ایران دشمنن، اونا درست میگن. خب اصلا این انسانا یه جوری مریضن، میدونی این که دارن توی جامعه میچرخن خیلی خطرناکه. به نظرم بعد اینکه حکومت عوض شه اصلا همه اینا رو حالا که با بستری بکنن خاطر مشکلات روانی که دارن، یا بنظرمشون زندان همه رو کار داریم باش ملت. آره واقعا راست میگه ملت اینان فقط کل ایرانی همه دشمنن. همه دشمنن. اینم در مورد عکس کسایی که عکسشون روی میدون ولیعصر بود، همشون گفتن آقا عکسای ما رو بکشید. خب بچه‌ها سلام به خفگی. بله من میخوام مست بیام. بفرمو تو دمه در بده. من الان اردبیلم. اونجا بخواب. این خیلی باحاله، میگه بگو سلام فرمانده تو تا این نفر بر هر سه خونه هم ترکی خورده بعد پشماش میگه چرا این گونه گفت. این در مورد این داستانیه که گفتن بیایم با هم دیگه مذاکره کنیم، اعتراض دارید بیایم با هم دیگه حرف بزنیم. خیلی خوبه. قشتگشون رو پرچم کردن در اقتدار کامل. خیلی خوبه. با گیسای بریدش داره آخوند رو پرت میکنن مملکت بیرون به سمت ونزوئلا.
این چقدر خوبه، این چقدر خوبه، این چه ایرانه بابا. خیلی مردم شجاعی داریم، پشم کل دنیا از این مردم ریخته. میگم اگر اینا مردمن ما گوزی بیش نیستیم، اگر ما مردمیم ما آواتار. یه چند تا دیگه هم کاریکاتوریست هست میخوایم بگیم. آها این خیلی مورد مناسبیه. هشتگ دمتون گرم. یه سری توی خونه، حالا باز دمشون گرم، یه فعالیت مجازی هم میکنن، بعضی که اصلا همون فعالیت مجازی هم نمیکنن، ولی الان وقت اینه که بریم توی خیابونا، وقت تو خیابون بودنه. الان خودتون میگید اونور نشستی میگی لنگش کن. نه من اگر ایران بودم که چه بسا سال 88 هم رفتم تو خیابون. الان من نمیتونم برگردم ایران، ولی تنها کاری که میتونم بکنم بعد از آزادی هر چی سرمایه دارم و واسه ایران خرج کنم، هر چی سرمایه زمانی، انرژیکی، پولی. پدرم اگه ایران بود که همون 98 مرده بود. من مطمئنم این موضوع رو. اگه ایران بود سال 98 هم مرده بود. هرچند تو این اعتراضات هم اگه بود همون روزای اول فقط میزنم دیوانه هستی ندارم. خب بریم بعدی. زیر موها دارن درد میشن، خیلی قشنگه. آها ببین، پلیس در جلد آمبولانس این خانمه که باردار بوده دیده بودی؟ میخواستم بگیرم ببرمش، مرده میگفت بابا خانمم بارداره، حامله است، ولش کنید. نه باید بیاد بریم، شعور ندارن، حجابش درست نیست. یکی داشت میگفتش که توی تیک تاک دیدم دختر میگفت امروز رفته بودم مدرسه، یه دختری که جفت پاهاش شکسته بود و دمه در 2 ساعت نگه داشته بودن که چرا 2 تا از انگشتات لاک داره. هر روز میگردن گوش که گوشی نبریم فلان نکنیم. اصلا خیلی وحشتناکه واقعا این موضوع. اینم خیلی قشنگه، تو موی زن آشوری، عرب، کرد، ترک، ارمنی، گیلک، بلوچ، لور، اقوام مهاجر، مازندرانی، مهسا امینیه در واقع. داره مهسا امینیه تو موهای مهسا امینی. خیرتونو میگیره بالاخره. اصلا من نمیدونم اینا تاریخ نمیخونن، نمیدونن که آقا تمام دیکتاتوری ها سقوط میکنن و تمام چه نمیخونن. نه 4 تا کتاب خونده بودم و بالاخره شنیده باید بشنم. باید احتمال 1% احتمال بده که آقا رژیم عوض شه، من قرار کنم پاره بشه. واقعا باید خیلی بترسیم از آدمایی که فهمشون کمه ولی اعتقادشون خیلی زیاده. دقیقاً. یعنی هرچی که خونده فقط قرآن. خب تو هم قرآن هم اگه درست میخونی نقصاشو میفهمیدی. من نمیدونم، اگه حداقل یه کتابم میخونی اونو درست بخون. اتحاد ایرانیای خارج و داخله خیلی قشنگ به تصویر کشیده. بریم سر وقت یه دونه کاریکاتوریست دیگه. آره. آها این چقدر قشنگ نشون داده اروپایی‌ها به خاطر نفت. آره مثلا نشون میدن که با ما هم ولی پشت پرده دارن با حکومت دیل میکنن. خیلی باله فریاد زنه پشمایی رو ریختونده. به این بعدی. خب نفر بعد رضا عقیلی، یکی از دوستای منه، با هم در ارتباطیم، بریم ببینیم ایشان چه کار کرده. خب همونطور که میدونی جام جهانی ایران رو داره حذف میکنه از مسابقات به خاطر همین وضعیت دیکتاتوره ایران، کشت و کشتار و جنایت. یعنی کسایی که ملی پوشایی که سکوت کردن، شما هم نمیتونید جام جهانی بخورید. حالا بخورید در تبر جلوی اعدامو میگیره، جلوی اعدام دار میشکن. آفرین. این کارش هم خیلی هیت شد. ببین اینا همه دیکتاتورایی هستند که مردن با قذافی هیتلر. نه اجازه بده بیشتر من میگم بیا بابا سید کوتاویا بیا برو ابنه تمومه دیگه بی خیال شو. آها این در مورد پست، این پست راجع به میهنه. میهن بعد فهمیدی برگشته بود گفته بود که ما داشتیم بستنی میبردیم برای زندانیای اوین. بعد خب مردم چون خیلی تحریمش کرده بودن کل قیمتاشو آورده پایین، بازم نمیخرن این دیگه. اصلا اینقدر نمیخرن که تموم بشه. بعد از اینکه سقوط هم انجام بشه تمام داریشون ضبط میشه. مطمئن باش باید پول تک تک خونایی که ریختن از حلقومشون بکشن بیرون به بازمانده هاشون بدن. سوپرمن ما دست فلجش خیلی باحاله. بعد اصلا میدونستید توی قانون اساسی جمهوری اسلامی یک رهبر نباید نقص عضو داشته باشه؟ اینو میدونستید؟ یعنی قانون خودشون هم اجرا نمیکنه. ملی پوش همه سکوت کردن، فقط علی کریمی پایه است. دمش گرم واقعا. آره ولی خیلی به نظرم با ارزش تر از اینه که از پول و همه این چیزا. تو هر چقدر پول داشته باشی ولی وقتی مردم ازت متنفرن فایده نداره. میخوای چیکار کنی واقعا؟ اینم در رابطه با اعتصابات کامیون داراست که واقعا هم مهمه. خیلی مهمه. واقعا خیلی مهمه. داره شمع ایران بود. داره شمع وای فای در واقع
داره وایفایش رو فوت میکنه خاموش میکنه و شم ایران رو کلن خاموش میکنه دیگه. با وایفای خاموش با قطع اینترنت کلن کلی آسیب مالی میبینه ایران. این در رابطه با اضافه وزن چیز بوده، اضافه وزن کشتیگیره. کشتیگیره میخواسته بیاره مقابل اسرائیل برای اینکه زایه نشه بهش اضافه وزن دادن که میبینی این اضافه وزن توسط دست خامنه ای انجام شده حکومت. خیلی گناه داره. خب اون آدم کل زندگیشو گذاشته پایین وقت گذاشته که بره اونجا قهرمان بشه، بهش هیچی رحم نمی کنن اینا. حتی توی این تظاهرات اخیر یه عکس دیده بودم گربه پای عقبش ساچمه خورده بود و خورده بودن بازی چیش کرده بودن. اصلا حیوانو هم آسایش ندارن دست اینا. ببین میگه تمام دوربینا سمت حجابه که طرف حجاب داره نداره آقایون بتونن دزدی کنن، یعنی تمام توجه رو میبرن به یه سمت که اونا بتونن دزدی کنن. کار از محکم کاری پیم کنه چیزشه دیگه، پسرش مشتواست دیگه. آره اتفاقا خیلی جالب بود، یعنی داشتم ویدیو میدیدم از روح الله زن بود که خب خیلی وقت پیش این موضوع رو اصلا پیش میگرده و گفته آره قراره کرد پسرش رو. خب پسرش خودش هم منفورتره یه جورایی، یعنی خود کسی که تو سیستم و این داستان با پسر حال نمیکنه. حال نمیکنه چه برسه من واسه همین چند تا بدل داره دیگه. خب و میریم سر وقت نفر بعدی و اما آرش شایسته، ایشان هم کار درسته. بریم داشته باشیم چند تاشو. میگه سیب زمینی نباشیم، منفعل بودن دیگه. سیب زمینی نمیبیند، نمیشنود، نمیگوید. آره سیب زمینی نباشیم واقعا. خب ها این رشتهش خیلی باحال. ببین اینجا میره جلو، میره جلو تک، میره جلوتر جلوتر، لباسشو در میاره. عشق قشنگ بود. آره میخواد بگه که اون کسایی که تو خیابون میزنید اونا هم یه عزیزی دارن مثل خودتون که یه عزیزی دارید. آره قشنگ بود. اینو که من اعتقاد ندارم سرکوبگرا اصلا اهل گل و گل دادن نیست. نشون میداد دیگه، میگفت تو به سمت من پرت میکنی من به سمت تو گل پرت میکنم ولی روی قبرت. این همون داستانه. آره البته کاریکاتوریست خیلی زیاده و ما چند تا دونش رو آوردیم. خستم نباشن چه کاری قشنگی. آره کاریکاتور خیلی تأثیر گذاره، خیلی کمک میکنه. امیدواریم که این ویدیو رو دوست داشته بوده باشید. پوتکی شد با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت بکنید، مامورا رو زیر و زیر بکنید و متحد باشیم. متحد باشیم. آزادی نزدیکه.